دازه عبا عبدالله هست تازوندم. خب من میدونم این اصلا جنایت کردن. خب یه دادگاه تشکیل بدیم بر اساس قوانین بین الملل امروز، نه اصلا بر اساس قوانین همین فقهی که برداشتی که آقایون دارن از فقه محاکمه کنید. حکمش این میشه؟ و حالا اصلا تو چی کاره ای؟ مگه ولی دم نداریم؟ تو چی کاره ای؟ به تو چه ربطی داره؟ داستانهای کربلا رو برای ما یه جوری تعریف میکنن و ما توی موضعی وای میسیم که حس انتقام جویی داریم، میخوام بریم این کوفیا رو بگیریم جر و واجرشون کنیم. ما میگیم اینا با امام حسین ظلم کرد، آه دختر بچه رو کشته زیر اسب، با اسب تازونده دختر کشته، اینو من تیکه بار جر و واجرش کرد. بسه قاطی میکنی، اولا به تو چه؟ به یک ولی دمش که تو نیستی، کس دیگه ایه. دو، خب جنایت کرده دیگه، باشه دادگاه باید بره دادگاه، آقایشون جنایت کرده، شما شکایت کنه بره دادگاه، تو دادگاه محاکمه میشه، شما یه فوش حق نداری بهش بدی. اجازه میدادن این آقایون اینجوری جولان بدن تو مملکت؟ من توقع داشتم حداقل قوم حوزه علمیه، طلبه ها، دوستامون، علما، کسایی که ما این همه بهشون ارادت داریم، خاک پاشون میدونیم خودمونو، توقع داشتم آقا یه بیانیه بدید، صحبت کنید، مردم از شما توقع دارن. به خدا میرسه به شما که حرف بزنید، میرسه به شما که از دخترمون دفاع کنید، با بچه‌مون مورد تسلیت بگید، بچه‌مون مورد تسلیت که بهمون بگید دیگه، تسلیت بگید به ملت دیگه، یه آبی رو آتیش دلمون بریزید، نگامون نکنید همینجوری ما آتیش بگیریم بسوزیم وایس نگامون بکنی. من به خدا امروز ناله مادر رو بالا سر قبر دیدم، گفتم آقا این دختر من، خودم دختر دارم، این دختر من هر چی فکر کردم دیدم زنده نمیمونم، هر چی دو تا چهار تا میکنم میگم اصلا چجوری میشه تحمل کنه یه پدر. آقا به خدا اگه تو دین بود من ترس داشتم، میگفتم دین اینه، ولی اگه دین اینه من بهش کافرم، اگه اسلام اینه که شما رفتار میکنید من به این دین شما کافرم. اسلامی که من میشناسم اسم پیغمبرش بهش میگفتن ابا بنات،